در زمان رژیم پهلوی شاه علاقه پایان ناپذیری برای انبار کردن سلاح‌های مدرن داشت. ایران هم تبدیل شده بود به بزرگترین خریدار و وارد کننده سلاح‌های آمریکایی در جهان، سلاح‌هایی برای حفاظت از منافع ایالات متحده در منطقه. بخش مهمی از این خریدها مربوط به هواپیماهای جنگنده است. F-14 هم یکی از اون جنگنده هاست که در هنگام ورود به کشور سر و صدای زیادی به پا می کنه. جشنی هم برای ورود این جنگنده به ایران گرفته می شه. همراه با ورود این هواپیماها، مستشاران آمریکایی هم برای آموزش به نیروهای ارتش به صورت گسترده وارد ایران میشن. البته مستشاران آمریکایی قبلا هم در ارتش حضور جدی داشتن، اما حضور اونها در ایران همیشه با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بوده. هر چیزی آموزش میدادند به عنوان نگهداری بود، به عنوان تعمیر و بازسازی و تحقیقات نبود. بیشتر کارهای به اصطلاح فنی درجه یک این هواپیما رو مستشارا انجام میدادن. خود نیروی هوایی آمریکا و خود کارخانه سازنده میآمدن در زمان قبل از انقلاب نظارت میکردن که به اون جایی که ما نباید دست بزنیم دست نزنیم. یعنی اون موقع میگفت آقای شاه تو حق نداری این قطعه رو مال افور پیاده، اینو باید بفرش ایالت میزوری کارخونه سنت لوئیسمون براتون تعمیر کنه. بسته‌بندی قطعات هواپیماهای جنگنده در ایران، ارسال اونها با هواپیما به آمریکا، تعمیر قطعات در کارخانه سازنده، دوباره بسته‌بندی قطعات در آمریکا و دوباره ارسال اونها با هواپیما به ایران. همه این مراحل برای حتی ساده‌ترین قطعات جنگنده‌ها هم انجام میشه. و دلارهای نفتی بسیار زیادی به جیب آمریکایی‌ها میره. نکته مهمی که امریکایی‌ها بهش توجه داشتن و خودشون این رو برای حفظ منافع خودشون دنبال می‌کردن، ساز و کار و سیستم‌ها و روش رو بر مبنای وابستگی گذاشته بودن. سال 1975 که ما در آمریکا دوره تخصصی این سیستم رو می‌گذروندیم، شخصی آمریکایی به اسم گیلبرت با ما هم کلاس بود. بعد از اتمام دوره، وقتی که ما به ایران مراجعت کردیم، این شخص را به عنوان مستشار این سیستم به ایران فرستادن. در صورتی که این شخص اطلاعاتش در این زمینه از ما بیشتر که نبود، شاید کمتر بود و در بعضی از دروس هم نمراتش از ما کمتر بود. چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستشاران آمریکایی از کشور اخراج میشن. در این شرایط نیروی هوایی ارتش برای تأمین قطعه و نگهداری از جنگنده‌های خودش که ساخت کشور آمریکا بودن با مشکلات بسیار زیادی روبرو میشه. یا میبایستی مجددا بگیم مستشار بفرمایید، یا واقعا سر پای خودمون بایستیم. تصمیم گرفتن بچه‌ها بیان پای کار تحقیقات. اون موقع تو پایگاه‌های کانون‌های متشکل از بچه‌هایی که احساس تعهد میکردن و قدیمی تر بودن و تسلط بر امور بیشتر داشتن دور هم جمع شدن، یک کانونهایی ایجاد شد. از جمله آقای بازرگان در این جمع حضور داشتن. در پایگاه همدان بودیم، دیدیم که هواپیما رو ما آوردیم اینجا و به خاطر آینس هواپیما زمینگیر شده، گران شد. همون لحظه من به فکرم رسید که خب امریکایی رفت چیکار باید کرد، از کارشناس و مستشارش گرفته که رفته، نمیدونیم چیکار باید بکنیم، تو خود قطعش که نیست. ایشون یه سازمانی طراحی کرد که بتونه تعمیرات و ساخت قطعات و راه اندازی قطعات رو به عهده بگیره، یه سازمان نوپا، یه سازمان جدید که در سازمان نیرو هوایی تعریف نشده بود. همافر عطاالله بازرگان به واسطه عضویت در انجمن اسلامی پایگاه هوایی همدان
میتونه با برخی از مسئولین کشور ارتباط برقرار کنه و طرح خودش رو به اونها ارائه بده. خاطرم هست که به بنی سعد من نشون دادم اون موقع. بنی سعد این رو برداشت و به اتفاق رفتیم محضر حضرت امام. در این زمان امام خمینی در شهر مقدس قم ساکن هستند. ابوالحسن بنی سعد هم یکی از اعضای شورای انقلابه. او هماهنگی جلسه دیدار با امام خمینی رو انجام داده. در این جلسه همافر بازرگان طرح خودش رو به امام ارائه میده. بنی صدر در همین جلسه پیشنهاد میکنه که طرح تعمیر و ساخت قطعه به عنوان یه وزارتخانه صنعتی غیر نظامی در بیاد و در مباحث نظامی اصلا ورود نکنه. حضرت امام فهمیدن که آنچه که برای ما اولویت داره در تجهیزات نظامیه، برید در این زمینه کار بکنید. ما از اتاق و از محضر امام اومدیم بیرون. حاج آقای توسلی بود ظاهرن، من تو یادم میاد پشت سر من اومدن تو حیات روشونه من زدن که برگرد. گفتن برو پیش حضرت امام چی کار داره. من نشستم کنار دستشون، یه دستی رو سر من کشتن، گفتن که حرف بسیار خوبی است، برید این رو دنبال بکنید، انشالله موفق میشید. دعایی کردن در حق ما. بعد اونجا من باز یادم میاد که چقدر امام حضور ذهن عجیبی داشت و چقدر آینده پژوهی قویشون داشتن. گفتن که این مسئله رو نمیخواد با ایشون ببرید متمرکز کنید، برید بدید به آقای خامنه ای، از زاویه ایشون اپروچ کنید، به اصطلاح برید جلو، منم سفارش میکنم. اون موقع ما متوجه نبودیم که حضرت امام چرا میگن که اینو به دست بنی سعد ندید و اونطوری سازمان نشه. همافر بازرگان به توصیه امام خمینی طرح خودش رو به آیت الله خامنه ای ارائه میکنه. آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. در این زمان همافر عطاالله بازرگان یه جوان 28 ساله است. این جوان طرحی رو ارائه کرده که در ساختار نیروی هوایی ارتش تا به حال مشابه اون وجود نداشته.